فرزاد استخری که من باشم، من تاریخ تولدم متولد 1333 هستم، 12 خرداد 1333 تو چادر سیاه متولد شدم چون پدرم دامداری هم داشت. 3 خواهر از من بزرگتر، 2 برادر از من بزرگتر، 5 من نفر ششم و شماره شناسنامه هم 6. خواهرام فریده، فهیمه، بعدش فرشاد، فائزه، من فرزاد، بعدی فوزیه، فرداد، فیروزه. پدر من خیلی آدمی بود که تو امر خیلی با اهل کتاب و مطالعه بود، علاقه من به این بود که فر رو بذاره که از باب شکوه بیاد و یه تشابهی باشه بین اسمای فرزندان پسر که همه 5 حرفی هن و فقط حرفای وسط فرق میکنه، پسرها فرشاد، فرزاد، فرهاد، فرداد، و دخترام همه آخرش باید هی باشه، با فهم شروع شد، فریده، فهیمه، فائزه، فوزیه، فیروزه. خب کارش که کشاورزی بود، ولی تو سیاست هم وارد شد و یه مقداری مسئله دار شد تو امور سیاسی. از سال 1336 رفت زندان به دلیل مسائل سیاسیش و درگیری های سیاسی که به وجود اومد و درگیری های محلی و اینها. بعد از زندان سال 1339 فرار کرد، رفت با همکاری مرحوم زرقامی، رفت سر از بحرین در آورد، قطر در آورد، ببخشید، مدتی تو قطر بود، بعد رفت اردو مولا مصطفی بارزانی، یکی 2 سال اونجا بود، 18 ماه اونجا بود. وقتی برگشت ایران در صورت دیگه توی مقطعی گرفتنش و رفت زندان قزلقله. اون موقع 2 سال اونجا زندان بود. توی مدت 2 سال یه بار ما پدرم رو تونستیم ببینیم، نتونستن محکومش کنن و محکوم شد به 10 سال زندان که بخشش رو قبل گذرونده بود، دوره فرارش هم جز زندانش محسوب شد و برصورت سال 1346 تموم شد محکومیتش، اومد به کار عادیش برگشت، ولی دیگه فرسوده شده بود. بعد دیگه اون دامداری رو به اون شکلی که قبلا ادامه میداد، تو کوها باشن و مرتع چرونی کنن، نتونست. شاید دیگه جالبم نبود، رو برد به کتاب، تو چون خیلی مطالعه کرده بود تو اون مدتی که تو زندان بوده. آره، نه نمیخوام جواب بدم. تو مدتی که زندان بوده خیلی رفته بود به سمت کتاب خوندن و کتاب نوشتن. یه کتاب نوشته خیلی جالبه، بعد من به شما نشون میدم، در مورد شخصیت امیر تیمور گورکانی، تیمور لنگ، دستنویس، حدود 700 صفحه با یک خط بسیار زیبا. کسی که تفنگداش خیلی آدم مهمی بود، کسی که میتونست گله خوب بندازه، خب شکارچی خوبی بود، تامین غذاش خوب بود، یکی از راه تغذیه تو بخش روستایی این بود که شما بتونی بری کوه شکاری بزنی، کبکی بزنی، خب بیاری گوشت خونت رو تامین کنی. قرار نبود هر روز گوسفند بومی تو بکشی، هر روز مرغ تو بکشی، باید 2 تا کبک میوردی، شکاری میزدی برای چند روز. و این رسم بود که کسی که شکار میزد تو ده میمد گوشت رو تقسیم میکرد و بعد هر کسی به سهم خودش یه چیزی به او پس میداد، چون یخچال که نبود. آره، مثلا طرف یه بزی میزد میورد، بزی کویی که میزد میورد، نمیتونست بیشتر از یه روز 2 روز بخورتش. اینو تقسیم میگرد رو 10 تا خانواده که اونا با شریک بودن، حالا یه چیزی پول میدادن فشنگی بخره یا کمک میدادن، به هر صورت تعاون بود. ما با این فرهنگ بزرگ شدیم، به همین دلیل من با مردم بومی خو گرفتم. وقتی پدرم از زندان آزاد شد، من کلاس 6 رو تمام کرده بودم، ولی با کمک معلم زورکی، یعنی جوری آقا نمرش بده تو را با قرآن یه جوری شر بکنی، یه باباشم داره میاد، به آدم بعد قدری هم هست، پدرمونو در میاره، ابراهیم خان داره آزاد میشه از زندان و فلان و اینا، آره به زورکی خلاصه ما رو قبول کردن. ما کلاس 6 رو تمام شد و پدرم آزاد شد، اومد و خلاصه بهش گفتن که این تحصیل کلاس 6 رو گفتن گرفته ولی چیزی بلد نیست، زورکی گرفته. پدر من گفت که مثل که علاقه نداری درس بخونی. گفتم نه، گفت مدرسه نمیخواد بری.
باش. یک سال منو نذاشتن دیگه برم مدرسه و اینجا بستن به کار سخت. من یه روز منو نشون گفت درسته من اسمم ابراهیم خانه، خانم هستم، ولی من خانه ورشکسته ایم که 10 سال زندان بودم، پولی ندارم با به تو بدم، تو باید زمشون بری درس میخونی با ما پرخونه مادرو، اما باید تابستون اینجا کار کنی تا من بتونم روز 1 تومن یا 2 تومنی که اونجا میخوام به تو پول درست تو جیبی یا پول کتاب دفتری رو بدم، به جاش تو تابستون اینجا کار کرده باشی تا من پول به کارگر ندارم، یه برای کمیشو بدم برای تو جمع کنم بهت بدم، مگر نه اینکه فکر کنی اینجا حالا پول مفتی هست اینا در کار نیست، نرو مدرسه نمیتونه. یه خود کار کردم انقلاب شد و دیگه متوقف شد کار، همه چیز ریخ به هم. اولین کشت مکانیزه چوندر رو اینجا با یه کارشناس اسرائیلی بود به نام مهندس دار که کارخونه قند مردش استخدامش کرده بود برای تحول توی بخش کشاورزی اومده بود و به منم خیلی علاقمند شد چون من جوون کاری بودم که علاقمند کار میکردم، اصلا از تو هنرستان ما رو علاقمند، همه کسایی که با من هم کلاس بودن بعد ما آدم موفقی بودن، اصلا ما وارد یه هنرستان نظامی شدیم که این آقا وقتی رو 2 دقیقه تأخیر میاد میزنه و بعد نمره انضباط رو بر اساس این میده، یعنی یه آدم فوق العاده قانونمند و شما رو قانونمند عمل میاره، بحثی هم در شیش. خب به همین دلیلم الان هم همون نظام کاریه تو حتی گاوداری، من الان کارگری ما وقتی وارد میشه انگوش میزنن، یعنی ما الان انگوش باید بزنن صبح که ما بدونیم کی تأخیر داره کی نداره. و بعد وارد عرصه کاری شدم، یه آدمی با چنین مشخصاتی وقتی وارد عرصه کاری میشه خیلی قانونمنده و قانون بده بعد بهتر از بیقانونیه. اون آقای کارشناس هم که از اسرائیل اومده بود فهمی جوری بار اومده بود، یه آدم حپلی نبود، یه مهندس بود که از عنوان کارشناس ورده بودنش، میگفت صبح ساعت 6 تو مزرعه تم 3 تا تراکتور قرار بود ساعت 6 اینجا باشن، همه 6 روب کم ردیف بودن، این بازم پادگان نظامی. یکی از کسایی که باش خوب میتونست کار کنه من بودم چون این قاعده رو بلد بودم. خب اونم به من علاقمند. خب اینجا یه مزرعه چوندری عمل آوردیم که از به بسم اللهش مکانیزه، سمپاشیش با هواپیما در اردن با کمباین بدون کارگر. بابا آقا خستگی کنم گندم هم متحول شد بلتب، کشت گندم هم یه مقدار یهو از 1 تا 3 تن اومد رو 5 تن و رو 6 تن اینا، ولی متاسفانه انقلاب شد. انقلاب که شد همه چیز ریخت به هم، ما دیگه رفتیم تو کار فقط نگهداری ملکامون دیگه، حالا دیگه بحثی که چقدر تولید کنی و چجوره ولش کن، اصل قضیه رو حفظ کن، مالو نبرم. درگیر شدیم، درگیری های زیادی اینجا پیش اومد، خیلی مالک بودن تو دوام زمین داشتن ولی تو روستا خونهشون نبود، مالکیتشون مالکا شهری بودن، زمینه زیادی هم داشتن، اینا که فرار کردن، توده‌ای ها مجاهدین اینا که گرایش چپی داشتن، ایدای کمونیستی داشتن، شروع کردن تو دهها به فعالیت زیاد. بگیرید به خوشنشینای ده، به بچهای ده میگفتن بگیرید بزنید بکشید، اینا کیان؟ زعیم مال خداست، همون ایدای کمونیستی. اصلا جمهوری اسلامی ایدهش این نبود شاید، ولی اینا شروع کردن به فعالیت حزب توده یا و اینا و زمین مال خداست، هر کسی کار بکنه کار کنه مال خودشه. نه روستا مالکای روستایی خانه که در روستا مستقر بودن و نرفته بودن تو شهر بهشون بر میخورد، ولی تو ده خودشون که فقط مالکیت نداشتن، مثلا پدر من تو حسین آباد خونهش بود ولی تو اولیا ملک داشت، تو حسن آباد هم داشت، تو گرم آباد هم داشت، تو گشک هم داشت، هر جا به ارث از پدراش خیلی داشته جدش، حالا از هر جا یه مقداری گیرش اومده بود، استراتژی هم بخشی زده بود ولی مونده بود براش. اینا رو ما می‌خواستیم اداره بکنی، حالا دیگه من با 4 تا 10 سر کار دارم. تو حسین آباد هیچی، میگن آقا تو اینجا چاکر دم هستیم، اهل محلیم، همراه منم میان، ولی مثلا با اولیا درگیری داری، اونا میخوان زمین منو بگیرن، اینا هم از من حمایت میکنن، ولی خب دارن درگیری پیش میاد. سلام، ایشون گفت خب من حاضرم. بله اعتقاد خانواده من کلن، حالا مخصوصا خانم من، بعد اینه که من خیلی پرکارم،
و وقت برای خونه نمیذارم. حقم داره. وقتی من میرسم خونه واقعیت عملیه یقدر خسته هم که به درون خونه نمیرسم، به کارهای درون خونه نمیرسم. به هر صورت هر مردی من فکر کنم نیاز به این هست که یه مقداری به خانوادش هم بیشتر اهمیت بده، برسه. من متاسفانه قد تو کارون قرقم که اینجا باید ازشون معذرت بخوام، از همه، هم دوتای بچه هم زن و تو صد تا سکه و وقتی هم گفتن بله گفتن کمه 120 تا سکه 120 تا سکه کمه، گفتم من مهریه میکنم که بتونم پرداخت کنم و قبول کردن. بعدش هم یه چند وقت پیش، دو سال پیش، من یه آپارتمانی که شیراز داریم رو رفتم کردم به نام ایشون. یه پولی رم ما سالیانه برای ده خودمون، دهی که من توش متولد شدم، پدرم توش زندگی کرده، مادرم زندگی کرده، اصلا تو قبرستون اجداد من خوابیدن، خود من اونجا قبرم آماده شده هستش، معلومه کدوم نقطه هست، چون یه پسر دیگه من اونجا هست، پدرم هست، عموم هست. عموی من دندونپزشک دربار بود، اومده اینجا دفن شده. شوهر ملکه اسمت بود، اسمت دولتشاهی، اومده اینجا دفن شده. بله، دکتر مرتضی مردشتی. بگن یه تولید کننده خوبی بود که عشقم در میان بابا، بگن تولید کننده خوبی بود که خیلی دلش برای مملکتش میتپید، خیلی وطنش رو دوست داشت و همیشه دنبالی بود که تحول به وجود بیاره در راه سازندگی تولید. کاش قدر افراد مثل منو بودن، کاش یه یادگار بمونه، کاش بگن این کار هم اون خوب انجام داد. و حتما میگن بومیایی که منو میشناسن، میگن اگه تو ذرت تحول به وجود آوردم برای پول نبود، از جون مایه گذاشتم. اگر تو گندم اومدم 100 کیلو بذر رو جای 300 کیلو گذاشتم و یه تن تولید رو بردم بالا، خواستم ثابت کنم که یه جایی رو داریم اسراف میکنیم. خیلی ناراحت میشم وقتی تو سطل زباله خونم میبینم یک کم مواد غذایی رفته بیرون، خیلی اذیت میشم. اگه یک کم برنج یا یک کم نون باشه، باور کنید اینو فاجعه میدونم. کاش قدر زحمات افراد مثل ما رو بدونن و نون دوریز نداشته باشه. و این یعنی که قدر زحمات افراد مثل من نمیدونیم. ما قدر نادام رو نمیدونیم. ما قدر مواد غذاییمون رو نمیدونیم. کجا شما دیدی آدم یه نون سنگه که اینقدر بخره بیاره بعد نصفش هم بریزه دورش دور؟ کجای دنیا؟ همه جا میبینی یه نون یه دو تیکشو میبرن، توست میکنن، میخورن، اینقدر گوشت میخورن، اینقدر برنج میخورن، نه یه دیسه برنج رو، اونم نصف چه بریزن دو. تو کشوری که کشور خشکه و آبش اینقدر با ارزشه، اینکه شهر چینی من فکر کنم همه ازنشو میترسن، که اونم رئیس جمهور هم ازنش میترسن. خیلی ساعت تکون میدم سلام سلام. خیلی خودش که خیلی میترسه. آره افه میاد اگه بگه نه. کاش قدر افراد مثل منو بودن، کاش یه یادگار بمونه، کاش بگن این کار رو هم اون خوب انجام داد. و حتما میگن